به خاطر هزینه کمتر مازاد میسوزونن، ولی خب همه چیزو نابود میکنن، محیط زیستو نابود میکنن، کشاورزی منطقه رو نابود میکنن، مردم رو نابود میکنن. این سرطان‌زاست واقعا. نیروگاه حرارتی شهید سلیمی نکا که از دهه 50 شمسی ساخته شده است، از سال 1386 به صورت متناوب از سوخت دوم خود یعنی مازوت استفاده میکند. سوختی مضر که طبق مصوبه دولت باید مدتی کوتاه از آن استفاده میشد، اما حالا در تابستان هم دود آن به چشم مردم میرود. پس از بحران برف سال 86 و قطعی گسترده گاز در مازندران، این نیروگاه مجوز استفاده از مازوت را از دولت دریافت کرد تا افت فشار گاز جبران شود. این مصوبه مشروط بر این بود که با وصل مجدد گاز، نیروگاه به سوخت اول خود برگردد، اما استفاده از مازوت تا امروز ادامه دارد. لباس میاری بیرون آویزون میکنی خوش بشه رو بندرخت، میای میگیریش، دو ساعت بعد میبینی لباس سیاه از مازوت. نیروگاه نکا در کنار تالاب بین المللی میانکاله ساخته شده و قرار بود پس از احداث خط لوله دامغان کیاسر در سال 96 دیگر از مازوت استفاده نکند. از طرف دیگر اقدام برای به صفر رساندن سوخت مازوت در این نیروگاه سال 97 از سوی رئیس جمهوری وقت به وزارت نفت ابلاغ شد، دستوری که تاکنون اجرایی نشده است. بابام که قدیم زمان قبل جنگ تو نیروگاه کار میکرده، نیروگاه بر اساس توربین کار میکرده، بعد یه مدت کردنش گازسوز، بعد که الان کردنش مازوت، میگم مازوت مجانیه. زنم آرایجی داره تو نوزرآباد، شاید بالای 30-40 نفر قلبی گرفتن، سرطان گرفتن. محسن نعمتی مدیر عامل سابق نیروگاه شهید سلیمی نکا سال 98 درباره علت ادامه مصرف این سوخت گفته بود که برای نیروگاه نکا یک خط اختصاصی انتقال گاز از مسیر خانگیران سرخس تأسیس شد، اما از زمان تأسیس آن تا کنون شرکت ملی گاز انشعاباتی از این مسیر برای تامین گاز مناطق دیگر گرفته است که این مسئله در کاهش حجم گاز ورودی به نیروگاه اثرگذار بوده. طبق اظهارات او، یکی از دلایل مصرف سوخت مازوت توسط این نیروگاه این است که راهی برای صادرات مازوت وجود ندارد، در حالی که بیژن زنگنه وزیر سابق نفت سال 99 اعلام کرده بود که محدودیتی در صادرات مازوت نداریم. فولادی مدیرعامل فعلی نیروگاه هم میگوید به دلیل کاهش میزان سهمیه گاز تخصیص داده شده به نیروگاه، واحدهای بخاری مجبور به استفاده از مازوت هستند. سال گذشته هم سهمیه گاز اختصاص داده شده به این نیروگاه به همین صورت بوده. به همین دلیل است که در تابستان هم مجبور به استفاده از مازوتند. سهمیه ها رو که دیسپچینگ های صنعت برق و گاز تعیین میکنن برای نیروگاه های حرارتی در تابستان و زمستان و ابلاغ میشه، نهایتا سهم هر نیروگاهی از گاز چقدر هست، نهایتا دویش میشه کسری ها روی سوخت های مایع، سوخت بکاپ و پشتیبان برای واحدهای گازی گازوئیل هست و برای واحد بخار مازوت. این ها نهایتا ابلاغ میشه و مالک های نیروگاه که ما هستیم و شرکت های مدیریت که بهره بردار هستن مکلف هستن به اجرای ابلاغ ها و مصرف اون سوخت ها. واحدهای گازی ما سوخت گاز الان بهشون داده میشه با اینکه تابستون هست و گازی برای واحدهای بخار که مصرفشون هم بالا داده نمیشه. پارسال هم همین مشکل وجود داشت. شریعتی نماینده مازندران میگوید مجلس این موضوع را پیگیری کرده، اما وزارت نیرو پاسخگو نیست. در واقع خساراتی ایجاد میکنه، ولی تا الان دولت خودش ملزم به پرداخت این خسارات به مردم و عزیزانی که مداور نیروگاه هستن خودش ملزم نکرده. در جلساتی که ما به صورت مجمع نمایندگان و یا جلسات خصوصی ما دو جانبه با وزیر محترم نیداشیم، یکی از دغدغه‌های جدی ما در اصلاف فراوان مازوت که توسط نیروگاه شهید سلیمی انجام متاسفانه تا الان هیچ گونه عکس‌العمل مثبتی رو ما اعضای ما در وزارت نیرو ندیدیم. هر بار حرفشون تاکیدشونه که ما تلاش می‌کنیم که کمتر از مازوت استفاده کنیم، ولی به هر حال اون چیزی که الان مشخصه متاسفانه هیچ اقدامی تا به این ساعت عملی انجام نشده. مازوت سوزی گسترده و مستمر نیروگاه نکا که آلودگی‌های شدیدی را در منطقه ایجاد کرده، منجر به ارائه شکوایی از سوی شورای اسلامی روستاهای این منطقه به دادستانی مازندران شده. دود غلیظ ناشی از سوخت مازوت به طور مستقیم بر سلامت مردم، کشاورزی و بارش‌های منطقه تأثیر گذاشته است. خدا شاهد هر سال مشتری میاد سر زمین من پسند نمی‌کنه، میگه آقا این مازوتی من نمی‌خوام، به مفت می‌خرن. میوه‌ای که می‌کنیم همه الان
تنشون همه خودش مازوت چسبیده، میوه هم که میفته جاش همونجا رو سوراخ میکنه، درختم سال به سال برگش رو سوراخ میکنه، خوش میکنه درخت. این زمین بابام داده به من 2000 متره. گفت پسرم این زمینو نصف مال برادر شهیدت خرج کن واسه یادبار شهدا، نصف مال تو. آقا پولی در نمیاد، از مردم گناه ندارن، تا که باید این مازاد رنج مازاد بکشیم. پیگیری های مستمر فعالان محیط زیست و مردم منطقه تا امروز منجر به تغییرات مثبتی شده. محیط زیست مازندران خبر داده که بهره برداری از واحدهای 1 و 2 بخار نیروگاه شهید سلیمی با سوخت گاز در حال انجام است. طبق ترازنامه انرژی سال 98 در کل نیروگاه های کشور 5.4 میلیارد متر مکعب نفت کوره یا همان مازاد به صورت سالیانه مصرف می شود. در شرایط کمبود گاز طبیعی در فصل‌های سرد سال، نیروگاه‌ها از سوخت‌های جایگزین یعنی نفت گاز برای نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی و نفت کوره برای نیروگاه‌های بخاری استفاده می‌کنند. یه دونه موتور سواری سوار می‌شیم تا خونه می‌ریم، چشممون کور میشه. تن میوه، تن درخت، سال به سال درخت‌ها خوش میشن. طبق نتایج یک مطالعه، مصرف مازوت در نیروگاه‌های بخاری کشور روندی افزایشی داشته است و از سال 84 تا کنون مقدار آن تقریباً 2.5 برابر شده است. حالا دیگه شما به خدا دیگه کاری بکنین که این نیروگاه مازوت قطع کنین. بایدم قطع کنن. شما رو به خدا بیان یه کاری بکنین.